أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمازگزارای محترم مؤمنین خدا همتان به خانه خدا برادرای عزیز خوش آمدید الله جل و علا شانه این ساعت ها را برای ما و شما ساعت های مبارک گرداند خب رسیدیم به سوره بقره پاره سیم قرآن آیه رقم 267 اکنون باید مسلمان ها در این آیه مبارکه نفقه و صدقه شان باید از چی تیم در این آیه مبارکه الله جل و علا شانه ما و شما در امر میکند برادرای عزیز یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید ای کسایی که ایمان آورده به رسول الله صلی الله علیه و سلم و خداوند یگانه ای کسایی که شما ایمان آوردید مسلمانید زکات و صدقه و نفقه هاتون از مالای طیب و حلال تی ای کسبای حلال تی و مما اخرجنا هر آن چیزی که می براید برای شما ای زمین کمور نفت طلا آهن گندم تمام انواع زراعت ای کجا می برن اینو انا اقتصادیات اسلام سر می شود آن چیزی که ای زمین می براید از روی حلال تیوه درست استفاده برید ولا تیمم الخبیث منه چیزهای پست و بی‌ارزش تان صدقه و نفقه نتی تنفقون اونا نفقه نکنه ولستم باخذیه الا ان تغمزو همین شما دم اگر یک از یک چیز دادنی باشه یک چیزی ایدیل بیرون شه بیتیا نقض میبینه همین شما دم یک انسان یک چیز توفه کرد همون را برای شما توفه کرد آیا شما همون را دوست میداره که یک کهنه چیز تیتونه شما دوست میداره که در پیش شما یک کسه تعام یا شربای به معنی آورده مونند شما دوست میداره که پنسه شما را دیر تیان شما دوست میداره معاش شما را دیر تیان شما خودتان دوست میداره ماهانه شما را دیر تیان شما خودتان دوست میداره شما در یک لباس کهنه دریدگی تیان ان تغمزو بد میبینه فیهی وقتی که خودتان بد میبینه وقتی که شما هم دست تیانده دراز میکنه اگه چیزی نقص تیه چیزی خوب تیه و علمو این از یادتان نبراره که خدا محتاج زکات شما نیست خدا محتاج ماهانه و معاش شما نیست خداوند محتاج یگان چیز شما نیست ان الله غنی او را ملکش چیه میگه وسیعی غنیه وی و محتاج به این کار شما نیست شما را تعلیم داده است که در زمین عدالت الهی را جاری کنی ما را چی داده است عزیزان؟ عدالت الهی را جاری کنی وی به حمید ای وی صاحب حمد ای وی صاحب رحمت ای وی محتاج خیر خدایی مون است وی محتاج بانک کشویی مون است وی محتاج زکاتی مون است برای مون نظام کرده است که شما وقتی که این زمین به کندنی فایدناک نمی شود این زمین به تجارت نمی شود این زمین به این و آن نمی شود اکنون شما چکار کنم اگه عزیزان؟ از مالهای نغز حلال پاک تی از کسب حلال پاک تی تا اینکه او یتیم میگیره اون کم بیزاعت میگیره اون معاشخر میگیره اون معلم و دختر میگیره اون کسی خدمت میکنه میگیره مرز و بوم بانی میکنه و در معاش معلوم میکنه دولت میگیره از این پول حلال او آسودگی بینه انا همین آیه مبارکه را ترجمهش انا همین ای اکنون یک چند بحثا میکنیم برادرای عزیز لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام
اقتصادیات اسلام همین بدهی که نه ضرر بینی نه ضرر رسانی. حدیث امام احمد روایت کرده، نه ضرر بینی نه ضرر رسانی. هر کسی که آمده در آدمی سوداگر ضرر میرسانه، این نوع تجارت درست نیست. هر کسی که در کلینت ضرر میرسانه، این نوع تجارت هم درست نیست. هر دو نوع اسلام من کرده. باید پیش از خریداری کردن فکر کنی که وای صرف داره، وای عذاب داره، وای سحر میخیزه، وای املاک میتیه، وای مقصد دیگه پولی اجارویش میتیه، وای خرج داره. هیچ محل آمده از وای چیزی به پول یا از وای به نقصان و کم کردن نرخی وای نگیر میگه، وای در ضرر نبیار. تجارت اسلام معنیش همین بوده که ای هر دو جانوی باید ضرر نشوه. وقتی تام فروشی فروشنده یکی از بخش های تجارت همین بوده است. عزیزم میفروشی، کوشش کن که همون پولی که از اوی میگیری ویده به ارزش همون پولش ملته. بگذار یک دانه باشه، بگذار دو دانه باشه، بگذار یک تان باشه، بگذار صد تان باشه، وی ای تو ضرر نبینه تا ای وی ضرر نبین. این حدیث امام احمد روایت کرده. نه فروشنده و نه خرنده باید ضرر بینه. هر دو این که ضرر بینه، این پول پولی فاسده، در کار نیست خیلی تجارت. اکنون شکایت خیانت ها معلوم شد. هر چیزی که در وی ضرر های برادرها، این تجارت در اسلام درست نیست. الله جل و علا شانه در سوره نیسا آیه رقم 29 میگه، نستعیذ بالله، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای مسلمانو، چوا مولی ختان بین ختان به ناحق میخری؟ چوا مولاتان میخری؟ چوا مولاتان بین یک دیگرید به ناحق میخری؟ الا ان تکون تجارتون، مگر حلال برای شما که مولاتون قدی تجارت کنی اخی، سودا کنه، دکان کشایه. انتراضین منکم، بینتون روزیگه در تجارت حلاله. رو بیار تجارت بیار در بالاش 30%، 40%، 50%. تجارت کنه، مالاتون رو به تجارت حلال کنه. این انسان دهقانه، این انسان چاروابانه، این انسان باغداره، این انسان شالیداره، این انسان تیلاداره، تو دکانداری. و ایناتون میگه با تجارت مولاتون حلال کنه، نرخ معلوم کنه، نه تو ضرر بینی نه او ضرر، بازار محنت نگاه کنه. چی یک دیگری تون ده میگه با باطل میخره؟ باطل چیه؟ یکم باطل، یکم باطل برادران در زمین این فایز خریه. دویم باطل با دروغ، سیم باطل با ظلم، چهارم با دزدی، پنجم با ظالم تسلیم شدن، ششم با رشوه خوری، هفتم با مونوپولیا، هشتم با دیگر کارهایی که در عالم اسلام است. شما نکنه میگه این کارها را، چما با باطل میخری مولاتونا. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلام فرمودن خداوند رزق بنده های خچ ای حلال تقدیر کرده گیای، ایاد خان و خواه همون رزق میرسه ای حلال، اینا حرامش میکنن میگه رزق ایو میگریزه با. عزیزم همین یک کاسه شوربا، دو کاسه شوربا رو خدا با بر وقتی در تقدیر کرده میروز. تو وای خانوخا میخری، ای حلال هم رو تقدیر کرده گه. وقتی تو را رشوه میکنی، وقتی تو را فایز میکنی، وقتی تو را غدر میکنی، وقتی تو را میدزدی، وقتی تو را احتکار و مونوپولیا میکنی، وقتی تو را هزار نیرنگ های یهودی و مسیحی را در درش وارد میکنی، تو دیگه سرشوی نداری. خدا میگه ما او را دور میکنم ایت حلال شکر. با همه قفای حرام میری میری، یک روز میشم که با داخل گور میدرایی، با اون روز حسرت های. با این تو نخره میگه مالتون به حرام. چقدر بین ما حرام خریا شد، چقدر پلید خریا شد. ولا تقتلوا انفسکم، ای این میگه میکشش مختونه، نفستون رو میکشی بینه این تجارت های کفر و ظلم شما میمری. شما نکشه میگه خطانه، جان تو از جان یا دیگری نندازه. این الله کان بکم رحیما، خداوند برای شما مهربان هم میگه. نخو که خدای قشما در مهربان باشه، شما برای یک تجارت، بخش تجارت یک دیگر تانه نابود که امروز بینین که برای یک نفتی قطعه های افریقا عراق بخون کشیدن.
شما بینین که زمینی شما به خون کشیدن، اوجا نه جنگ اسلام های، نه جنگ مذهب های، نه جنگ دین های، یکان تی معنی نداره. جنگ اوجا برای تیلای سیاه های. امروز استفاده کردن اثبات شد که نفت عراق 600 سال دیگه عمر داره. چند سال دیگه عمر داشته؟ 600 سال عمر داشته. نفت امریکا در 50 سال آخر تمام میشده. نفت کل اروپا در 100 سال آخر تمام میشده. شما یک مرتبه نگاه کنید که امروز خدا میگه به خاطر آن کندنی های فایده‌ناکی که من به شما دادم، شما یک دیگرتون میکشی، میگه قتل میکنی. البته قتل کردیستیم. اساسا جنگ اونجا برای تیلای سیاه های، تیلای سیاه هایی که در قطعه افریقا های امروز 600 سال عمر داشته. چند سال؟ 600 سال. امروز برای این نفس دروزه دنیا شده، نه برای کودک رحم کردیستیم، نه برای کمپی رحم کردیستیم، نه برای مویسفید رحم کردیستیم، نه برای دیگر، یعنی بانک دارایی که امروز بانک کردیستیم، نه برای مویسفید رحم دارن اینو، نه برای کمپی رحم دارن اینو، نه برای کودک. خانه رم گرفتیستیم، باغ هم گرفتیستیم، همه ایچی رم. الله میگه خطانا نکشن، میگه چی شما اینقدر به جان یک دیگر ادغالتی ده؟ چی اینقدر خطانا نابود میکنه؟ ای خدا مهربونه ای. اکوی ریسق یک پشه را یافته داد، اکوی ریسق یک کیک یافته داد، اکوی یک ریسق یک روز خوراکی که کیت میخورده 18 تانه یافته داد. ریسق منو شما را یافته نمیتیه. مهربان شوی میگه تجارت کرده، چی به مهربانی بین یک دیگر تجارت کنه، حلال و پاکیزگی قدی تجارت کنه. امروز صاحب این کتاب گفته از جهت به پرواگی، پیروی به نفس حیوانی و شیطانی، کارهای بمعنی نفس دوروزه دنیا، شکمچرانی و بمعنی چهار دانه کاغذ بمعنی، آدم ها دیگه نه حلال میدونن، آدم ها نگه در حرام فکر دارن، نه شبه را فکر دارن، نمیدونن که کجا رفته سیان. وای بر حالشان، گفته وای بر حالشان، زیرا اینکه امروز مسلمان ها یگان چیز از فیق تجارت و فیق نظام اسلامیشان بسیاری چرا نمیدونن. اینا میگه کجا رفتستیان؟ چیکار کردستیان؟ یا با میگه که نماز من نمیدونم چی خیلی خونم، دعام قبول نمیشه، بچه هم گپ من نمیگیره. چوا گپ تا گیره؟ چوا نمازی تو ایران نشوه؟ لخمه دای کجا عزیزم؟ پوشاک دای کجا؟ یکی از نشانه های قیامت همین ای رسول اکرم، یکی از نشانه های قیامت همین ای که امت من با پررگی در فایزخری و فایزگری میدرویم، بعد از او در احتکار مناپولی میدرویم، سیوم گفت در قرض و قرضدهی فایزی میدرویم، کمش این خلاص خره گفت. نشانه قیامت ها. برای من عزیزا کم ترکم باشه، باید ما از علم حلال حرام در مسئله اقتصادیات ماندانیم. سوره الرحمن آیه 9، و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. پروردگار میگه در وقت ترازو کشیدن انصاف ای دست نته سوداگرا. وقتی شما سنگای ترازو را میمونه، میگه میدونه که پگه ایمان شما را وزن میکنم، پگه میگه عمل شما را وزن میکنم. ولا تخسر المیزان، ترازو را زیان نرسانه، در پول و مال مردم زیان نرسانه، در بازی های تجارتی مردم در میگه زیان نرسانه، ترازو را خوب مانه، زیرا این که فردا ایمان شما را با این ترازو ترازو میکنن. چقدر امروز ناانصافی در ترازوهای. ویل للمطففین، وای بر ترازو زنا، الذین اذا اکتلوا علی الناس یستوفون. هر وقتا که اینها با مردم دادگیریف کنن، حقیقشان پره میگیرن. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اگر وقتی مردم دتیان از او 100 گرم دو 100 گرم کم کرده میتیان، لیکن برای حق خودش میدوه، برای حق خودش ای 10 ترازو میگذرونه، اما برای حق مردم میگه زیان میکنه. الا یظن آگاه باشه، گناه گمان میبرن که اینها فردانو میخیزن.
چی اینا خیال کردن مردن ندارم، پگه پیش خدا نمیخیزم، پگه این ترازو زنا پیش خدا نمیخیزم، پگه این فایز خرا پیش خدا نمیخیزم، پگه این ظلم استبداده که در حق معاش مردم میکنی پگه نمیخیزی. لیوم عظیم، آن روز روز قیامت میگن، یوم یقوم الناس، آن روز میخیزن که قاضی خدا های این دنیا ده بود. قاضی ها جورو هاشون بودن تا میدادن هر خلی پرونده ها را. یوم یقوم الناس لرب العالمین، آن روز انمون آفرنده ای که ایا قطره آب تره خلق کرده قاضی همو های میگه آن روز. آن روز سگان کار کردن نمیتونی دیگه، آن روز گریختن نمیتونی، آن روز نایران کردن نمیتونی، آن روز اون نایرانگای داشتی و کارو را کردن نمیتونی. میگه چما در تجارت در معاش انفاق شما ضرر میرسانی زیان میکنی. طبق دستورات این آیه مبارکه امیرالمومنین عمر ابن خطاب در بازارهای مدینه و مکه و عالم اسلام نفرای نظارتچی ماندگی بود که اونها از خدا به درجه می ترسیدن که مثل برگ های درخت می لرزیدن. میگه در دوران بازارا نظارت ترازو رو میکردن، مسئولین بازار، مسئولینی که در بخش اقتصادیات هستی، همین قدر آدم خدا ترس گیرش ما برد میکنه، همین قدر انسان را گیره که او از حرام حلال خبردار داشته باشه، او دانه که ظلم چی های، او دانه که ناانصافی چی های. امیرالمومنین مگه اینها را گرفته بود. حتی که جابر ابن عبدالله از رسول اکرم روایت کرده حدیثا، رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمودیان پروردگار حق هر یک شخصی که در خرید و فروش و ترازو و در مسئله طلب قرض و تجارت اگر آسانگیر آدم ملایم باشه، الله جل و علا شانه این دنیا دم رحمتش میکنه، آخرت در رحمتش دوچند میکنه. تاجری، سوداگری، باربیاری، تجارتچی، دادگیریف داری، شاتنامه ها کشدگی، یکم از دروازه انصاف کار کن، داده گرفته به آدم های به ایمان کن، به انصاف کن. کسی عهد نداره، کسی پیمان نداره، کسی وعده نداره وقتی کار نکنه عزیزو. این اسلام ما میگیره، کسی عهد نداره، کسی پیمان نداره، کسی وعده نداره، کار نکنه قطعی بایی که او بولای شما را ببرکه میکنه. بگذار رو و او انا همون خسلت های بچه پرتویا. این حدیثه امام بخاری در مشکات صحیفه 430 در کتاب بیع روایت کرده. کسی در داده گرفت قرض آدم مهربان های، کسی در تجارت آدم مهربان های، کسی در وقت نفقه دادن آدم مهربان های، کسی داده گرفت جوان مرد های، انصاف همیشه پیشه میکنه، این انسان ها در رحمت الله هم انسان های به ایمان و انسان های خدا ترس. میگه وظیفه دار کنید در تجارتاتون، در بانکاتون، در مسئله داد و گرفت پولاتون آدم های به انصاف و به ایمان کنید، زیرا که اینها باید از خدا ترسن. در دیگر روایت رسول اکرم صلوات الله ربی و سلام فرمودیان در هر یک منطقه که غرر باشه، غرر چی میگن؟ نیرنگ بازی. در هر یک منطقه که در تجارت غرر باشه، نیرنگ بازی باشه، در نفقه غصب باشه، بناحقری باشه، در تجارت قسم باشه، در دادگیری دروغ باشه، این از یادشان بردارن که پروردگار دسترخان برکت از این منطقه میگیره. اسلامی ما همیه جوره، ما مسیحی نیستیم، ما یهودی نیستیم، ما مسلمانیم. کسی که در تجارت قسم خوره این نقض دانه، کسافتی او در همه منطقه میرسه، نه اینکه در خودش. کسی که در داده گرفت دروغ گوه، کسافتی او در همه منطقه میرسه، نه اینکه فقط در یک خودش. کسی که در مسئله بانک داده گرفت نفقه غرر نیرنگ میکنه، نیرنگ بازی های زیاد داره، این نقض دانه عزیزا، این هم پروردگار برکت از اونها میگیره. سه و چهارم جناب پیغمبر گفت کجای ده غصب باشه، بناحق گرفتن، بناحق کشیده گرفتن، بناحقی کردن، ناعدالتی را پیاده کردن، نه اینکه کسافه در خودش میکنن. این در همه اطراف کسافتی میبیاره،
خصلت صحابه چه خیل بود در وقت دادن انفاق و نفقه؟ در زمان خلیفه، خلیفه سیم ما حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ندای بود، ای ثروتمندا، ای دارنده ها، ای بانک کشاها، ای کارفرمانا، جمعیت به این نمیشود. یک از به کار مردم تامین میکنه، یک از به تجارت مردم تامین میکنه، یک به او مردم تامین میکنه، یک به نصیحت مردم تامین میکنه، هزار تا ای جمع میشه و نمیره میگن جامعه. یک از بهش تامین میکنه، حضرت قانون براوردن. چه قانون براوردن؟ یکم و یکم آبروتان حفظ کنه که پیغمبرش ما به آبرو نبود. از همین سوداگر و بای بچه ها آبرو دارن همینو. سگ دا آبرو از بسیار هم یاده نیست. بخاطر دو روزه نفس دنیا شده، بخاطر دو روزه پول دنیا شده، اینها از یکان جنایت رو نمیگردونه. این پیغمبر ما میگه صلی الله علیه وسلم این که حضرت عثمان که آبروتان حفظ کنه. دویم یک گدا میبیا، یک بیوزن میبیا، یک یتیم میبیا، یک محتاج به دولت میبیا دست دراز میکنه، اول آبروی او رو حفظ کنه. آدمی که وای آبرو خودش نداشته باشه و آبروی ما رو حفظ میکنه. آبرو بلنده یا پول مال دنیا، آبرو بلنده یا همه دروزه تجارت، آبرو بلنده برادرای عزیز یا دروزه همون پول مالی که در دست ما هست، کدومش بلنده؟ راست چگوه برای مسلمان آبرو در کاره. همین یگان مراتبه برای آبرو یگان انسان کار میکنه. پیغمبر ما آبرو داشت در بین یهودیان، در بین مسیحی آبرو داشت، در بین مشرکا آبرو داشت. پیش از پیغمبریش نام او را محمد امین میگفتن، امانت بانک مشرکا بود. چی بود؟ امانت بانک بود. هم خیلی بانک هستن نامش امانت بانک. پیغمبری ما امانت بانک نام داشت، محمد امین میگفتن شا. چی با برای این ایمان آوردن؟ برای که امانت خیانت نکرده بود. همون روزی که از مکه به مدینه هجرت کرد، علی کرم الله وجه را فریاد کرد و گفت علی من اکنون هجرت میکنم، بچم همین نقطه ها ده من امانت مردم موندگی هم، اگر آمدن تو وکیلی منی، امانتاشون را به سلامت بازگردون شنا. خدای نکرده از یک انسان ده میتی $500 امانت، یم و پس بیا $200 ده خوردگی ها. چی بایی نکردیم؟ مگه خیم خیل کردم. با یه چی گویی مانی؟ مگه مردی برای پلود. این امانت داری عزیزا. پیغمبر ما همین جهت آبرو پیدا کرد، رسول ما همین جهت با آبرو شد. وقتی که این قدر کارا شد، حتی رفتن از امپراتوری روم میاردن طلب کردن که بیا همین رسول از بین بریم نیستش کنیم. بعد از او پرسید اونها را گرکل، او یکان بار دروغ گفتگی های او نیوخی در دیمو هم امینه. گوه وقتی که پیش دروغ نگفته باشه، در پیغمبرش هم دروغ نمیگه. این خیلی جواب میتیم. برای من عزیزا، ما باید برای آبرو کار کنیم. باید ما آبرومند باشیم. ما در کار نیست پول دنیا، ما در کار نیست مال دنیا. اول آبرو در کار های. یک بزرگ در کتابش نوشته که یک آبرو را برای آبرو پیدا کردم که 16 سال کار میکنی صادقانه. برای ریزاندن وی گفته 16 ثانیه بسه. خیلی ما باید فکر کنیم. یا ایوه الذین آمنو، ای مسلمان ها، دادنی صدقه و نفقهاتان ای کسب طیب تی پاک تی. گوشت خوک طیب های، عرق طیب های، دزدی طیب های، پنسن را حقش خوردن طیب های، معاش مردم بردن طیب های. اینا میگه حرام تاییته. میگه ما کسبتم از رزقای تازتون ته، ای تجارتای تازتون ته. و مما اخرجنا لکم من الارض، ما ای زمین بسیار چیا شما دا میبراریم. ماهی، گندم، جو، ماش، لوبیا، تیلا، نقره، آهن، کمور، گاز، بنزین، همه اینا تولد چه چی های. اینا میگه ما برای منفعت ختان دادم، از این خشروی استفاده بره، حلال ته. این ای همه های سردار این زمین کیه؟ خلق کننده این زمین کیه؟
انا ایره میگن نظام، انا ایره میگن عالی همتی، انا ایره میگن مقصد اقتصادیات اسلام، تمام چیز میگه خدای شما اینا میگه درست استفاده بره. ولا تیمم الخبیث منه نه سیم سورچه مردم ده نته شلختون دوست میداره یکم سورچه خوردن ده مردم ده یکم سورچه ته. برای همین عزیزان این ای عدالت اسلام، این بود عدالت خلیفه های ما، این بود عدالتی که رسول الله در زمین آورد. ای تمام فایده ناکی هایی که در این زمین هست اسلام میگه این مالی همه، این مالی همه، تجارت تو نکنی حق تجارت تو نگیری، زراعت تو نکنی حق زراعت تو نگیری، پس مونده ایره میگه در مردم به عدالت انصاف تقسیم کرده تی چی معاشای بیاره نمیتی. انامین آیت ها را گرفت که شوروی نمیمون که کار شخصی کنی، همه چی املاک، املاک چی بود؟ دولتی بود. خونه تمه پرسید، تخته تمه پرسید، ماشین تمه پرسید که اکجا گرفتی؟ انامین آیت ها گرفته بودای. مال شخصی وجود نداشت، چیزی که میکنی باید ای دولت باشه. تو کی خودت که شخصی میگیری؟ انا او را که نظام برهم دادن مال شخصی شد، ایمی شخصیگرایی روزی شما. او شوخی میکنه که بیا تستر رای میگم میره رحم با شخصی نکنم. انا همین بود نظام شوروی، نظامش در روزی شدن در کار دیگه قرآنی بده. انا می قرآن آیه می خوندیم معلومه همه چیز باید ای دولت باشه. ما حق وظیفه مون می گیریم، کار که معاش دگی رفتن گیر، تو کی خودت که همه چیز شخصی میکنی؟ انا می خ شخصی بازی و انا می خ گروه بازی شد که با برادرای عزیز امروز تمام لذت دنیا را 2.5% اهالی می خوردن. انا می قدر همین دیگه با بی صاحب و پچش لوش دم کوچا گشتیم. این نظام اسلامیه برادرو در مسئله کندنی های فایدناک و بانک و تجارت. صفاتون را راست گیره، تلفوناتون را خاموش کنین. اللهم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت الرؤوف الرحیم برحمتک یا ارحم.